و ادامه برنامه محور خوش آمدید. یک مقام وزارت خارجه ایران گفته طالبان در مذاکرات غیر رسمی با مقامهای ایرانی حقابه هرمن را به رسمیت شناختند. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران می‌افزاید که تحولات در افغانستان روی امنیت راهبردی ایران اثر منفی خواهد گذاشت. در همین حال حکومت افغانستان مسئله به رسمیت شناختن حقابه هرمن را تایید و یا رد نکرده است. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران بر روز پنجشنبه در نشستی گفته است که طالبان در مذاکرات غیررسمی حقابه هرمن را به رسمیت شناختند. این مقام ایرانی از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که خوشمغزی اشرف غنی علت سقوط حکومت پیشین افغانستان است. اگر سیستم طالبان با این طرز تفکر به این شکل در افغانستان مستقر بشود، قطعا تهدید راهبردی علیه منافع ملی کشور ما هست، شکی در این نیست. هرچند امارت اسلامی مسئله به رسمیت شناختن حقابه هرمن را تایید و یا رد نکرده است، اما این مسئله با واکنش های روبرو شده است. اوس چی ایران د اوبو غوښتنه کوي، دا ایلمندیانو ته په هیڅ عنوان د منلو وړ نه ده. په دې خاطر چې ایلمندیان خپله اوبه نه لري، ډېرې پراخې دښتې او ځمکې موږ لرو، هغه چابیاري سي ایلمندیان به ډوډۍ پیدا کړي، جمع افغانستان به ډوډۍ پیدا کړي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دا زمینه نه ده مساعده سوې. معاهده ایران و افغانستان درباره آب رود هرمن در سال 1351 خورشیدی میان امیر عباس هویدا و محمد شفیق نخست وزیران وقت افغانستان و ایران امضا شد. بر بنیاد این توافق سالانه 150 میلیون متر مکعب سهم ایران از آب سد کجکی رودخانه هلمند یا هرمند است. اظهارات مقام ایرانی کاملا به اساس است. طالبا چی وقت امضا کردن؟ وقتی که در حکومت نبودن، او امضا خو اعتبار نداره. وقتی که در حکومت هستن، هنوز خو حکومت ایران نشناخته. در اثر جنگ‌های داخلی و عدم مدیریت دقیق آب‌های افغانستان، ایرانی ها سالانه بین 2.5 تا 3 میلیارد متر مکعب آب ما را به شکل مجانی استفاده می کردند و توقعشان همی است که آب افغانستان دقیق مدیریت نشه. مسئله انتقال آب افغانستان به کشورهای همسایه در گذشته نیز بارها با واکنش های روبرو شده بود. اشرف غنی نیز در چندین سخنرانیش گفته بود که آب رایگان به کسی نمی دهد و حاضر است آب را در بدل نفت به کشورهای همسایه بدهد. روی همین موضوع بیشتر بحث میکنیم با آقایان شریک در بحث. دکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر با ما همراه هستند و همچنان نجیب آقا فهیم پژوهشگر در حوزه آبها و محیط زیست با ما همراه هستند. مهمانان عزیز به بحث خوش آمدین. آقای نعیم، بحث را با شما آغاز میکنیم. آیا شما حقابه هرمن را به رسمیت شناختین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخواست با شما، به همکاران شما، برندگان و شنندگان، به ملت مجاهد عزیز خوش سلامات و احترامات را عرض میدارم. در این مورد چیز نوی صورت نگرفته و نه چیز نوی است. بعض خبرها که در مطبوعات پخش شده یا پخش میشوه در این مورد اصلا اصل و اساس نداره و در این مورد چیزی نمی نیست. یعنی پس شما به رسمیت نشناختین، درست؟ ما برتان گفتم بله. در این مورد چیزی نو، کدام توافقی نو صورت نگرفته، سر کدام موضوع در این مورد که بحث صورت گرفته باشه و کدام نتیجه به او بر نتیجه رسیده شده باشه چیزی نیست. البته خبرهایی که در مطبوعات هست شما می دانین که هر کس می تواند در مطبوعات یک چیزی بگوید از یک طرف، از دیگر طرف. دیگه یکی که چیزی که گفته شده از طرف بعض افراد، نظر رسمی کشور اسلامی ایران نیستند و نه آنها در این مورد کدام نظر رسمی را ابراز داشتند، بلکه نظریات دست دیگر شخصی از عباد خاص از یک طرف از دیگر طرف. آقای نعیم، سیاست رسمی امارت اسلامی در قبال مسئله حقابه ایران چی است؟ در این مورد طبعا چیزهایی که سابق سر از او توافق صورت گرفته، چیزهایی طبعا 40 سال پیش یا 45 سال پیش در وقت شاهی، در عصر شاهی، اون چیزهایی است که سابق سر از او توافق صورت گرفته. اما در این مورد اگر چیز نوی باشه،
او همه چیزها ما بارها گفتیم که سیاست امارات اسلامی افغانستان در مورد در امور داخلی و همچنان در امور خارجی استوار بر دو اساس است. یکی ارزش‌های اسلامی ما هیچ گاهی گامی نمی‌برداریم که مخالف یا در تصادم با ارزش‌های اسلامی باشد. و نقطه دوم این که هیچ گاهی گامی برداشته نخواهد شد که مخالف یا در تصادم با منافع ملی و یا کشور ما باشد. این دو نقطه مهم و اساس است که پالیسی امارات اسلامی افغانستان در پرتو هر دو اصل به پیش می رود. یعنی در مذاکرات غیر رسمی امارات اسلامی در مورد رود هرمند در گفتگوهایی که میان شما با ایرانی ها در گذشته شده که مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران از او یاد میکنه بحث نشده، درست؟ به نام مذاکرات اصلا چیزی وجود نداره. من پیشتر هم عرض داشتم که میتونه یک کسی باشه نظر شخصی خود را ارائه میکنه در یک طرف از دیگه طرف و مطبوعات از دیگه بنان به آزادی بیان هر کس میتونه هر چیزی بگویه. اما قسمی که شما میدونین در این مورد کشور اسلامی ایران نظر رسمیشان را ابراز نداشتند. یکی و دیگه ای که در این مورد هستن بنا مذاکرات چیزی صورت نگرفته. اگر در کدام جای یک موضوع در یک مجلس در یک نشست یادآوری شده باشه حرف فایده است، اما بنا مذاکرات چیزی این حرف اصلا وجود نداره و نه صورت گرفته. بسیار عالی. یک چیز دیگر هم شاید شما ببینید دیده باشین که در بعضی از مطبوعات ایران هم این ادعایی که از طرف بعضی اشخاص صورت گرفته آنها هم رد گردیده به شکل غیر رسمی در بعضی مطبوعات ما خواندم که آنها این را رد کردن به شکل غیر رسمی. بسیار خوب، به شما برمیگردم آقای نعیم. آقای فهیم سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدین. حقابه چیست؟ یک، اختلافات بر سر آب هرمند ناشی از چی است؟ تشکر از شما. من عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های برنامه تان. ما مقدمتا در مورد اهمیت آب در رابطه دو کشور میخواهیم صحبت بکنم، بعد از او به سوال اصلی تان بپردازم. ببینین آب یک ماده حیاتی است و در روابط دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. آقای کلانتری تا چندی قبل رئیس اداره محیط زیست ایران بود و همچنان معاون رئیس جمهور. در مورد اهمیت آب در یک مقاله نوشته که تهدیدهایی که از ناحیه کمبود آب متوجه امنیت ملی ایران است بزرگتر از او تهدیدهایی است که از ناحیه اسرائیل، امریکا و عربستان سعودی متوجه اهمیت ملی ایران است. و همچنان در یکی از سفرهای رسمی که ما به ایران داشتیم، در ملاقاتی که با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران که فعلاً هم همین سمت اختیار داره، صریح برای هیئت افغانستان گفت که امو اهمیتی را که برای شما طالبا و داعش داره یا تهدیدی که از ناحیه داعش و طالبا متوجه شما است، منظور از او حکومت پیشین بود، اونم قدر اهمیت در ما مسئله آب داره. بنان در تمام سفرهایی که در از سال 93 تا سال 97 که ما در ترکیب تمام هیئت‌هایی که از افغانستان به ایران سفر کرده، در هر سطحی که بوده، در سطح رئیس جمهور، در سطح رئیس اجرایه، وزیر مالیه، وزیر خارجه، مشاور شورای امنیت ملی، در ترکیب هیئت ها ما به ایران عضویت داشتیم و در تمام مذاکرات موضوع آب یک موضوع محوری بوده، یک موضوع کلیدی بوده، یک موضوع اساسی بوده. برمیگردم به سوال اصلی شما. ببینید وقتی که در مورد حقابه صحبت میشه، اگر منظور حقابه همون حقابه است که در چارچوب مائده 1351 راجع به آب هلمند برای ایران تثبیت شده که او حقابه 22 متر مکعب جمع 4 متر مکعب حق حسن نیت و حسن همجواری دو کشور که مجموعاً 26 متر مکعب در ثانیه میشه که در سال اگر محاسبه شود چیزی در حدود 820 میلیون متر مکعب میشه.
اگر منظور حقابی ایران از دریای هلمند یا دریای هیرمند امی حقابه باشه، در اون مورد حرفی وجود ندارد. دولت‌های قبلی هم خود متعهد به اجرای از او میدانستن، متعهد به پیروی از او میدانستن، و هر دولتی که در آیندهم در افغانستان شکل بگیره با توجه به اینکه معاهده بین دو کشور به امضا شده، ملزم است که از امو حقابه را باید پرداخت بکنه و از اون معاهده باید پیروی بکنه. اما صحبتی را که آقای موسوی کرده توجه باید صورت بگیره که موسوی یک مقام غیر رسمی نیست، موضعی از او نظر شخصیش نیست، او مسئول دسک افغانستان و آسیای غربی در وزارت خارجه ایران است. اما موضوع شخصی خوندن بله، اما گفتن که نظر شخصی شخصی. خب آقای نعیم شناختی که لازم است از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره و از مقامات جمهوری اسلامی ایران نداره و یک مقدارم ناشی از بی‌اطلاعیشان است نسبت به موضوع. در تمام مذاکراتی که ما حضور داشتیم، ایران در ارتباط آب افغانستان سه موضوع را مطرح میکنند. اونا مدعی تثبیت حقابه برای خود از دریای هلمند هستند. اونا مدعی تثبیت حقابه جدید برای خود از در حوزه هامونها و فرارود هستند به نام حقابه هامونها. و همچنان در ارتباط معایده آب هلمند، نظرشان این است که معایده آب هلمند با شرایط امروز سازگاری نداره، باید مورد بازنگری قرار بگیره و یک معاهده جدید باید جانشین معاهده فعلی شه که با شرایط روز سازگاری داشته باشه. و همچنان در تمام دورهایی که شاهد مذاکرات ما از نزدیک بودیم، متاسفانه موضوع حقابه را ایرانی ها زمانی مطرح میکنند که یک دولت در حال رفتن است و دولت جدیدی در حال شکل گرفتن است. چرا در این شرایط اساس مطرح میکنند؟ به خاطر از اینکه دولت هایی که در حال رفتن هستند فکر میکنند که اونا به خاطر ماندن خود در قدرت حاضر به دادن امتیاز زیاد هستند، و دولت هایی که نو شکل میگیرند به خاطر از اینکه حافظه اداری ندارند، حافظه تاریخی ندارند، با موضوعات که مربوط به دیپلماسی و روابط دو جانبه میشه آشنایی عمیق ندارند، اونا را میتونن اخفال بکنن، اونا را میتونن فریب بدن، از اونا میتونن امتیاز بگیرن. به خاطر در این شرایط حساس این موضوع را مطرح میکنن و از نظر ما موضوع بسیار جدی است. تشکر آقای فهیم. آقای نعیم، پاسختان چی است به صحبت هایی که آقا فهیم داشتن در مورد آب هلمند؟ و آب هلمند پس از آمدن شما چطور کنترل میشه و چه سیاستی را در آینده اتخاذ میکنین در قبال ایران که آب بیشتر میخواهد و در بدنبال مذاکره جدید است به گفته آقای فهیم؟ خب در اینجا چند نقطه قابل تذکر است. نخواستیم که به همه معلوم است، فکر کنم شاید هر کسی را بدانه که هر جهت به خصوص هر وزارت در کشورهای جهان از خود سخنگویی دارد. وقتی ما یک موقف رسمی کدام کشور را میخواییم بدانیم، از طریق سخنگوی آن مطرح میگردد و ابراز میگردد که برای کس مخفی نیست، هویدان و همه هویده است. نمیدانم در این رابطه کس میدانه یا نمیدانه، این را به مردم قضاوت میگذاریم. اما آقای فهیم میگه که چون موضوع در شرایط این سخنها بیرون میشه که شما روی کار آمدین. من میخوام نظر خود را براتون به مردم و به ملت خوش عرض دارم. هر کس از خود نظر داره، هر کس میتونه چیزی بگویه، نظرشان است. ما به اساس اصول حمایتان حرف میگم. دیگه سخنگوی وزارت خارجه ایران چیزی نگفته. چطور میتونیم ما بگوییم که این نظر رسمی آنها است؟ یکی. حرف دوم این که اصلا این موضوع مطرح نشده. وقتی که موضوع مطرح نشده، به جا و به غیر موقع چی ضرورت است که این موضوع را به اصطلاح شور دادن یا مطرح کردن در مطبوعات؟ این خودش یک شاید از پشت سر یک چیز دیگری داشته باشه.
هرگاه این موضوع مطرح گردید در همان وقت ما میتونیم در مورد صحبت های داشته باشیم و در رابطه باز که چی اقدامات باید اتخاذ شود و صورت بگیرد در اون مورد تفاصیل می داشته باشیم. البته ما باز هم باید تکرار بکنم که پالیسی امارت اسلامی افغانستان باز هم بر همان هر دو اصل و اساس استوار است. بله. ارزش های دینی ما و همچنان منافع اولیای کشور ما. هیچگاهی امارت اسلامی افغانستان از این دو اصل تنازل کرده نمیتونه و نه امکان داره که بشه. خود دیگه هر کس باز اهمیت یک موضوع یا به اصطلاح هر کس از دیدگاه خود یک نظری داره و حرف علایده است. چیزی که تعلق به ما داره موقف امارت اسلامی افغانستان در این موضوع امین است. و چون آقای فهیم هم گفتند که چون در شرایط های میخوان به گونه فشار یا ابزار استفاده بکنن، اگر فرض بگیریم که ایران در بدل این که شما را برای به رسمیت شناختن همکاری بکنه و شما به رسمیت میشناسین؟ ما بازم باید عرض دارم فرضیات اصلا چیزی که در واقع وجود نداره، در چیزی در ذهنیت در ذهن یک کس هست، یک کس تصور میکنه در خیالش چیزی هست، حرف علایده است. اما چیزی را که ما میخواهیم سر از او بحث بکنیم وقتی میتونیم که او را معاملا در عمل را احساس بکنیم، در رو به یک موقف رسمی باشه میتونیم. ما یک کس ما وی در دنیا معمول است، شما میبینیم. من نمیفهمم چطور برای بعضی ها حرف نو است یا نمیفهمه یا به اصطلاح با مردم قسم فکر میکنن که آنها نمیدانن. در دنیا ما میبینیم که یک کسی در یک کشور میباشه، در یک سمت قرار میداشته باشه، یک وزیر میباشه، نائب وزیر میباشه، یک کسی دیگری میباشه، نظریات خود داره، اما او هیچ گاهی موقف رسمی همان کشور نمیباشه. بلکه وقتی یک امو شخصی که محول به موضوع است یا امو سخنگوی است آنها چیزی بگوید، بازو موقف رسمی تلقی می شود. دیگه به اساس ما فرضیات اصلا در این مورد که فرضیات بحث بکنیم ما فکر کنم جایش نیست. اگر ایران شکایت بکنه، با توجه به اینکه صحبت های آقای فهیم هم بود در مورد اینکه با توجه به شرایط که ما نیاز بیشتر داریم، چه پاسخ میتین برای ایرانی ها؟ شما هم به اساس همون معاهده سال 1351 عمل میکنین، یا اینکه اگر ایران به شما پیشنهاد بکنه وارد مذاکره شوین و یک مذاکره جدید با یک معاهده جدید پیشکش بکنه، شما چه پاسخی میتین؟ من بیشتر عمر داشتم توافقاتی که سابق صورت گرفته، سر از توافق صورت گرفته و مخالف با منافع اولیای کشور ما نیست، مخالف با ارزش های دینی اسلامی ما نیست، در این مورد کدام مشکل نیست. در آینده هم هر توافق و هر قراردادی که صورت میگیره در هر موضوعی که باشه با شکل عام هم میگم، باز هم در پرتوی همی دو اصل میباشه، ارزش های دینی ما و همچنان منافع اولیای کشور ما. هر اقدامی که صورت میگیره در هر موضوعی که باشه با هر کسی که باشه در همین پرتوی دو اصل میباشه، از این تجاوز نخواهد شد و نه صورت میگیره انشاءالله. بسیار خوب آقای فهیم، حالا از بحث سیاسیش که بگذاریم، بحث حقوقیش شما چطور میبینین؟ خب حالا امارت اسلامی رد میکنه کاملا از دید منافع ملی، میبینیم میگن اون منافعی که اونا توضیح دادن. ما ببینین اگر واقعا حکومت نو تاسیس خود مدافع منافع ملی افغانستان میبینه میدانه، امی فعلا ایران چند برابر اون چیزی که به عنوان حقابه در مایده 1351 پیش بینی شده از دریای هلمند و در مجموع از دریای فرا و فرارود آب دریافت میکنن. چطور؟ اینا به صورت رسمی چرا عکس العمل نشان نمیدن؟ این نقض منافع ملی افغانستان است. مایده چیزی است و در عمل چیز دیگه در جریان داره و جریان داره و ایرانی ها هم تلاش شانی است که امی وضعیت موجود یعنی استفاده چند برابری خود در چارچوب یک مذاکرات به یک جنبه حقوقی بتن امیر رسمیت آقای فهیم ادعایی که شما مطرح میکنین چطور ایران بیشتر از این دریافت میکنه؟
ببینین ما در این مورد مقاله های مختلفی نوشته کردیم، کتاب های نوشته کردیم و منابعی که مورد استفاده می بوده اکثرا گزارش های خود ایرانیا بوده و همچنان به گزارش های وزارت انرژی و آب افغانستان که شما مراجعه بکنین، ایران حداقل از دریای هلمند دو برابر اون چیزی که به عنوان حقابه برش پیش بینی شده سالانه آب دریافت میکنه، تنها از دریای هلمند. ای آبی که از فرارود وارد ایران میشه ای شامل این محاسبه نیست. اگر او را هم حساب بکنیم حداقل سالانه چیزی در حدود 2.5 میلیارد تا 3 میلیارد متر مکعب آب تنها از حوزه آبریز دریای هلمند ایران آب دریافت میکنه که نقض حقوق آب افغانستان است و نقض حقوق اولیه مردم افغانستان است و نقض معاهده است. آقای فهیم، پیشنهاد شما چی است برای امارت اسلامی؟ ببینید، به حکومت نو تشکیل پیشنهاد من این است که اینا یک دفعه به گذشته موضوع مراجعه بکنن، تاریخچه موضوع دقیق مطالعه بکنن، مذاکراتی که در طی 10 سال گذشته در مورد آب هلمند شده با صورت جلسات از اون مذاکرات خود آشنا بسازن. آقای نعیم، پاسخ شما را میشنویم در مقابل صحبت های آقای فهیم، چه باید خب من میخوام موقف و نظر امارت اسلامی افغانستان را با شما شریک بسازم با مردم و با ملت خیش. من بیشتر عرض داشتم این که حکومت های سابق چی کرده یا کسانی که در حرکی قدرت بودن در سابق پیش از ما چی کردن به همه هوایده است که اینجا وطن را هم فروختن، منافع کشور را هم فروختن و باز در آخر چی کردن این به کسی نهفته نیست. اینجا آنها تقریبا تا 50 کشور با مسلح با افراد مسلح و فوجای آنها اینجا آوردن و قوات های خارجی بودن و آنها هر چیزی را که کردن تاریخ زود قضاوت میکنه، مردم میبینه سر کس نهفته نیست. اما این که در آینده چیزی میشه ما بازم باید عرض بدارم که پالیسی امارت اسلامی افغانستان که از 20 سال بلکه از 25 سال بدین سو برای ارزش های دینی کشور خویش، برای ارزش های ملت خویش، برای آزادی ملت خویش، برای حقوق حقی ملت خویش، برای منافع اولیای کشور خویش جهاد کردن و الحمدلله به یک نتیجه رسید. در آینده هم پالیسی ما به همی اساس به پیش می رود. ما با همسایه های خود روابط حسنه می خواهیم و روابط حسنه داریم، نمی خواهیم با همسایه های خود در مشکلات باشیم و که این چیز نه به نفع ملت ماست و نه به نفع ملت دیگر است، نه به نفع کشور ماست و نه به نفع کشورهای دیگری است. اما باز هم ما به مو اصول مراعات میکنیم، چیزی که سابق توافق صورت گرفته مخالف ارزش های دینی ما نیست و مخالف به منافع دیگر کشور ما نیستن، ده مشکل نیست. در آینده هم هر چیز، هر قرارداد و هر توافقی که در هر موضوعی که باشه به می دو اصل استوار می باشه از یک از تخطی کرده نمیتونه و اهمیت منافع اولیای کشور را، اهمیت ارزش های دینی مردم را قسمی که امارت اسلامی افغانستان می دانه شاید کسی دیگری نداند، چون ما در این راستا قربانی های بسیار هنگفته و قربانی های بی نظیری را در این رابطه دادیم و جریان داره دیگه. به احساس ملت ما، مردم ما مطمئن باشه. ما بازم باید عرض بدارم که در این مورد کدام مذاکرات صورت نگرفته و چیزی که گفته شده نظر یک کس است گفته. البته شما باید مطبوعات تحقیق کرده باشین به نام یک وبسایت از فکر کنم به نام خبرگزاری فارس همین موضوع را رد کرده. شما اگر باشم برسانه مورا روان کنم دیگه به احساس ما نخواهیم که اگر بعضی ها شاید اغراض داشته باشه موضوعات را میخواه ارائه بکنه در مطبوعات بر از او کمپاین بکنه، میخواه مشکلات را که اصلا وجود نداره ایجاد بکنه، شاید اغراض شخصی خودشان باشه بر اساس که باشه دیگه برای منافع دیگر شاید چیزی بکنه. اما چیزی که تعلق به امارت اسلامی افغانستان داره، چیزی که تعلق به ملت افغانستان داره، در این مورد هیچ تشویشی کسی نداشته باشه و نه کدام تشویشی وجود داره. یعنی میخواین بگن که این آب برای ما مهم است و شما به خواسته های ایران تن نمیدین؟ خب حرفا و تعبیر از شما است. ما بازم باید عرض دارم که آقای دایم، چون آقای فهیم گفتن که در جریان پیش از این آقای ملا برادر با ایرانی ها در مورد آب صحبت کردن و در کنارش گفتن که یک واقعیت است و ایران نیاز داره و ایران اشدن به آب نیاز داره.
ما بازم باید بگم نظرات شخصی هر فرد از خود نظر داره، از خود فکر داره، یک موضوع جداگانه است که بر این چیز نوی نیست. به ای که مثلا کدام سفر صورت گرفته یا دوم سفرها چیزی گفته شده، باز یک کسی به دیرا به معلومات داره، هم موضوعی است که برای تحقیق و تدقیق ضرورت داره. اما باز هم ما باید بگویم که در این مورد کدام مذاکراتی به این نام، به نام آب هلمند و به اصطلاح به این موضوع مذاکراتی صورت نگرفته و در آینده هم تشکر. هر موضوعی که باشه انشاءالله در پرتو ارزش های دینی ما و منافع کشور ما به پیش میاد. بسیار زیاد تشکر آقای فهیم. حرف های آخریتان در حد 40 ثانیه بشنویم و گفته های آخریتان چی است؟ ما عرض ما ای است که ما در موقعیتی نیستم که از عمل کرده حکومت پیشین دفاع بکنم. ما در مورد اطلاعاتی که از ارتباط موضوع دارم به عنوان یک محقق مسائل آب افغانستان مسائلی را به عرض رساندم و دقیق خبر مربوط به سفر ملا برادر به ایران و مذاکراتی که در مورد مسئله آب هلمند شد، شما اگر جستجو بکنین منابع ایرانی را خبرش در مورد روز نشر شده و عرضم ای است که مسئله آب مسئله مهم است، مسئله حساس است در رابطه دو کشور و افغانستان در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر در برابر خوشسالی ها قرار داره و طبیعی انتظار ما و مردم افغانستانی است که وجه المصالحه موضوع آب مسائل سیاسی قرار نگیره. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای نجیب آقا فهیم، پژوهشگر در حوزه آب‌ها و محیط زیست، و همچنان دکتر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر، با ما همراه بودید. به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه محور. از همراهیتان سپاسگزارم. شب خوش.